سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اینجا چنل مستیکیه، محمد هستم. اینجا تست و بررسی انواع قفلا رو داریم به اضافه یه کلی آموزش و ترفند کلید سازی برای تعمیر قفلا و باز کردنشون بدون کلید. امروز میخوام در مورد این صحبت کنیم که چرا حالا کلید سازای سری کلیدای دست دوم و کار کرده رو برای خودشون همینطور که میبینید جمع میکنن. خب چند تا دلیل خیلی منطقی داره. مثال بزنم، توی حالا چند کلیپ قفلمون قبلی که دیدید و براشون خواستیم کلید درست کنیم، چند کلید دنده خورده رو مینداختیم داخل. مثال کلید تا نصفه میخورد، روی اون ما میتونیم یه کلید جدید بسازیم که دیگه لازم نباشه قفل سوراخ بشه یا دوباره از اول در بیاریم و کلی زمان بر باشه بخوایم از اول با دست براشون کلید درست کنیم. یا حالا سویچ های پرایدی ممکنه بعضیشون به هم دیگه بخوره که حالا توی همین فیلم های اینستاگرامی هم خیلی زیاد دیدید. سویچ موتور، کلیدای چهار پر، اینا بعضیشون احتمال داره بخوره و بعضیشون اگر کلید نداشته باشه بخوایم کلید بسازیم، حتی در صورت اینکه بخوایم باز کنیم کل قفل و ساچماشو بریزیم بیرون و با دست از اول ساچمه‌ریزی بکنیم و کلید بسازیم، به جای اینکه یه کلید نو برداریم بزنیم این کلید رو برمیداریم، به جای اینکه اونو از اول تراش بدیم یه کلید تراش خورده رو روی قفل میندازیم و فقط مطابق این کلید برای قفل از اول ساچمه‌ریزی میکنیم. و همینطور که میدونید قفلای کتابی هم به همین شکله، مخصوصا این مدل که حالا توی همه ویدیو هم گفتم ازشون استفاده نکنید خیلی بهتره. بذارید الان یه تستی انجام بدیم ببینیم این اتفاق میفته یا نه. حالا قبلش اینو نگرفتم ببینم، یعنی امکانش هست که باز نکنه. فقط الان واقعا دیدید، الان دیدید دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ دیدید دقیقا همینه. اصلا چرا دندونهای اینو لحظه شما ببین، دندونهای اینو ببین، دقیقا خودشه. وای آخه اینقدر او از این قفلا نگیرید، کلیدهایی که قفلایی که این کلیدها رو میخورن نگیرید. یعنی من الان قفل رو بردم و خودم گفتم احتمال داره این الان بازش نکنه، ولی واقعا اصلا غیر من یه دونه دیگه شم حتی بهش خورد. عاطف اون دوتا یکی بودن، این یه دونه بابا این یه دونه فرق داره. در کل که همینطور که میبینید کلیدهای دنده خورده برای این استفاده میشه. یا مثال همین کلیدهای ناودونی، چون توی کلیدهای ناودونی هم یه ردیف ساچمه بیشتر استفاده نمیشه، احتمال داره کلیدهایی که برمیداری روی قفلی که میاد و کلید نداره و برای ساخت کلیده، یه دونشون حالا تا نصفه کامل هر جوری شده فقط قفل رو باز کنه که بتونیم نسبت به ساچمه اون از اول یه دونه کلید درست روش بسازیم که راحت قفل رو باز کنه. و حالا کلی کلید دیگه میشه همین کلیدهای معمولی برای قفلای یوتاب و کاویانه که مثال اگر بخوای حالا مشتری تو پیش رمزش عوض بشه با کلیدهای قبلی باز نشه کلید جدید بخوره، ما میاریم به جای اینکه بخوایم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا کلید از اول براش بسازیم، از این 9 تا کلید براش استفاده میکنیم و این هیچ فرقی برای مشتری نداره، فقط برای ماست که حالا یک مقدار سود بیشتر داره و میگم کوچکترین فرقی برای مشتری برای عمل کرد روی قفلش نداره. در کل و حالا جمع کردن اینا به چه شکله؟ اینجوریه که ما حالا اینا رو نمنم توی کار، ممکنه مثال هر چند تا کلید یه دونش نخوره به مشکل بخوره پس بیاد، اونا رو جمع میکنیم و خیلی اوقات اتفاق میفته مشتری ها یه سری کلیدها تو خونه دارن استفاده ندارن، یا میان مثلا اینقدر کلید میدن به ما میگن آقا استفاده دارید شما استفاده کن، ما میخوام مثال بندازیم دور. و ما هم به خاطر همین کار رو ازشون میگیریم و یه سری کلیداش که به دردمون میخوره رو جمع آوری میکنیم. اگر از این محتوا خوشت میاد و دوست داری بیشتر ببینی حتما کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو لایک کن، ایده سوال یا نظری هم داری توی کامنت ها برام به صورت انگلیسی بنویس که توی ویدیوهای بعدی ازش استفاده کنم. خیلی مخلصم، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.